تقریبا با شروع جشنواره فیلم کن بود که تصمیم گرفتم حتما در خصوص برندگان این جشنواره یا حالا فیلم هایی که دیده شدن یا اتفاقاتی که افتاد یا های کناری فستیوال فیلم کن یه ویدیوی آماده کنم واقعیت موقعی که فستیوال تموم شد اسامی برندگان اومد بیرون متوجه شدم که هیچ پیش زمینه قبلی نسبت بهشون ندارم نسبت به فیلم ها. یعنی نمیشه میشه راجع به فیلم ها صحبت کرد نمیشه اصلا اینجا با هم نظرامون رو بگیم که آیا حقش بود که آیا این فیلم مثلا بگیره یا حقش نبود و برام یه علامت سوال گنده مشخص شد فرقش با اسکار چیه که ما توی اسکار معمولا فیلم ها رو دیدیم صحبت کردیم نقدا هم خوندیم و شب اهدای جوایز ما منتظریم ببینیم آیا اون فیلمی که دوست داریم یا دوست داشتیم جایزه میگیره یا نه اصلا تفاوت جشنواره کن و اسکار چیه یا سه تا جشنواره مهم دیگه هم وجود داره مثلا ونیز هست برلین هست یا حتی تورنتو هم هست منتها چرا کن آینه سینمای هنری دنیاست اصلا چرا کن چرا توی فرانسه است چه دلیلی داشت به وجود اومدن همچین فستیوالی چجوری میشه فیلممون رو بفرستیم چجوری جایزه میگیریم یا هیئت داورانی که فیلم ها رو انتخاب میکنن روی چه اساس و این فیلم ها رو انتخاب میکنند توی این اپیزود از سینما دو رفتیم سراغ بررسی خود جشنواره کن فارغ از فیلماش با ما همراه باشیم قبل از هر چیز یاد داره سلام کنم سلام من احسان امیری هم اینجا کانال سینما 2. ما توی کانال سینما دو عموما در خصوص جریان ها و نظری های سینمایی صحبت میکنیم و فیلم های مهم جریان ها و نظری سینمایی رو بررسی میکنیم این وسط اگر حالا اتفاق مهمی هم توی سینما بیفته حالا فیلم مهمی باشه سریال قابل حرفی باشه یا همین مثلا فستیوال فیلم کن قطعا ویدیویی راجبش آماده میکنم و راجبش با هم دیگه صحبت میکنیم پس اگر علاقه من به این دست ویدیو هستین اگر علاقه من به صحبت کردن در خصوص سینما با من هستید، کافی سابسکرایب کنید دکمه زنگوله رو بزنید تا مادامی که ویدیوی رو بارگذاری کردم احتمالا از طریق نوتیفیکیشن شین و باعث افتخار بنده اگر استفاده کنید بریم بریم سراغ فستیوال فیلم کن فستیوالی که هر ساله توی ماه می توی شهر کن فرانسه که جنوب فرانسه است برگزار میشه همین اول یه توضیح هم بدم تفاوت کن و اسکار اینه که ما در جشنواره کن همونجور که اسمش داره میگه ما با یک جشنواره فیلم طرفیم که توی یکی از مفاد قانونش برای ورود فیلم ها به این جشنواره اینه که فیلم توی هیچ پلتفرم دیگه ای نباید اکران شده باشه حالا بعدا بهش میرسیم و اینجا در کن ما یک جشنواره داریم به خاطر همینه که ما یک هیئت داوران مشخص داریم با یک دیدگاه احتمالا مشخص با یک مکان مشخص و اینها طی حالا فرایندهای خودشون یه سری فیلم رو انتخاب میکنند فیلم ها رو وارد جشنواره میکنند دوباره تماشا میکنند دوباره بررسی میکنند و به بهترین فیلم جایزه میدن منتها در اسکار اینجوری نیست ما در اسکار یا اصلا کلا مراسم اسکار شب اهدای جوایزه یعنی همه فیلم هایی که توی سال گذشته میلادیشون اکران شدن همه اونها مورد پایش قرار میگیرن یک هیئت عظیمی که عضو آکادمی اسکار هستند یه سری فیلم انتخاب میکنن مثل مثلا بهترین بازی کنه جهان و اون فیلم هایی که بیشترین ریت رو میارن یا اون بازیگرهایی یا اون علمان هایی که بیشترین ریت رو میارن اونها به قول معروف جوایز رو در شب اهدای جوایز از آن خودشون میکنند یه تفاوت دیگه ای هم داره که در جشنواره فیلم کن شما همه علمان های اضافی توسط همون هیئت داوران انتخاب میشه حالا به گستردگی اسکار نیست که مثلا انیمیشن رو جداگونه بخواد بررسی کنه تدوین رو جداگونه تدوین صدا رو جداگونه بخواد بررسی کنه اما مثلا فیلم رو همون هیئت داوران بررسی میکنه بازیگران رو همو هیئت داوران بررسی میکنه فیلم هم همین جوره منتها در اسکار اینجوری نیست فقط بهترین فیلم رو همه اون اعضای اکادمی اسکار تصمیم گیری یا ریتمندی میکنن و توی مابقی بقول معروف و مابقی شاخه ها افراد مرتبط با اون شاخه بررسی و تصمیم گیری کنند مثلا در شاخه بهترین تدوین عموما عموما که نه قطعا تدوینگرهایی که عضو آکادمی اسکار هستند بهترین بقول تصمیم گیری میکنن برای بازیگر مرد همینجور برای بازیگر زن همینجور و, و و و حالا همینجور شما ریت بندی رو بغل معروف بستش و گسترشش بدین هر شاخه به جد بهترین فیلم متناسب با همون شاخه افراد ماهر اگه درست بگم و افراد این کار در اسکار انتخاب میکنند این تفاوت اصلی جشواره کن و شب اهدای جوایز مراسم اسکار برای بررسی فستیوال فیلم کن یه مقدار به روال کاری که همیشه توی سینما دو انجام میدیم باید برگردیم عقبتر یه مقدار لنزمون رو باستر بکنیم تاریخچه داستان اگه بخوایم با هم دیگه بررسی کنیم که دونه به دونه و مسیر به مسیر متوجه بشیم چرا رسیده جایگاهی که الان هست و اینجا ایستاده باید برگردیم به سال 1939 چه سالیه؟ تازه جنگ دوم شروع شده آلمان رو هیتلر نازی احاطه داره در ایتالیا هم موسولینی سوار کاره و تقریبا در ابتدای جنگ همونجور هم که میدونیم اروپا رو به لرزه در آورده ترسیده اروپا آلمان و ایتالیا هم خوب دارن پیش روی میکنن و جشنواره ونیز به عنوان یکی از اولین جشنواره های فیلم دنیا اکران شده 1938 یه سال قبل از به وجود اومدن جشنواره کن پسر آقای موسولینی که وزیر وقت فیلم ایتالیا بوده اجازه ورود فیلم های فرانسوی به جشنواره رو نمیده به تلافی آقای جانزی وزیر پرورش فرانسه به کمک انگلستان و آمریکا جشنواره ای رو در جنوب فرانسه آغاز میکنه در شهر کن که ما الان بهش میگیم فستیوال فیلم کن و جشنواره کن متابع یک نکته در چه زمانی در زمان پاییز دقیقا در همون زمانی که ونیز داره اکران و اجرا میشه برای مقابله با اون شروع میکنه جشواره ای رو به وجود آوردن که هر فیلمی امکان ورود بهش رو داره حالا بعدا بهش میرسیم که همین دیدگاه و همین عقیده جشواره کن رو به کجا برد. اما خب اینجور هم نبود که حالا شما یه بشکن بزنی بخوای جشواره رو ایجاد کنی دقیقا همون سالی که به وجود اومد سال بعدش به دلیل جنگ دوم حالا و به قول معروف اشغال فرانسه توسط کشورهای متفقین مثل آلمان و ایتالیا و اینها لغو میشه یا حتی جلوتر سال 51 اصلا به دلیل بیپولی جشنواره برگزار نمیشه یا چه میدونم همین نخل طلایی که ما داریم میبینیم و هر ساله جایزه میدن به فیلم ها سال 58 میاد اما اما خب میدونیم که جنگ بوندگار نشد موسولینی رفت هیتلر رفت ایتالیا و فرانسه دست دوستی با هم دیگه دادن و تصمیم گرفتن که گشواره کن رو بیارن به ماه می که همون اوایل ماه با البته بهار میشه و توی اون بازه زمانی برگزار کنن همه اینها مسیر سرگذشت فستیوال کنه در دسترتون نمیدم خب خیلی زیاده خیلی هم تأثیری نداشته به جز یک اتفاق به جز یک اتفاق که مسیر کن رو به کلا توی دهه 80 عوض کرد دهه 80 میلادی منظورمه آقای رابرت فلوبر توی دهه 80 که اون موقع رئیس وقت فستیوال کن هم بود به دلیل اینکه حالا کشورهای خصوصا کمونیستی و مثل حالا مثلا اروپای شرقی خیلی فشار می‌آوردن به روی فیلم هایی که توی این جشنواره اکران میشد تصمیم گرفت که کلا دو تا هیئت انتخاب کنه فرانسوی زبان و غیر فرانسوی زبان برای انتخاب فیلم های فرانسوی زبان و برای انتخاب فیلم های غیر فرانسوی زبان خیلی اتفاق عادیه خیلی نرمه متا یک تفاوت مهمی می ایجاد میکنه که دیگه دولت ها فیلمی رو نمیفرستن برای جشنواره مثل مثلا اسکار شما میگی فیلم ایدار نماینده لهستانه شما مثلا فیلم جدایی نماینده ایرانه فیلم مثلا فروشنده نماینده ایرانه منتهای مراتب دیگه در کن اینجوری نیست فیلم نماینده افراده یعنی یک تهیه کننده صرفا با رعایت اینکه فیلمش یک سری مسائل و موارد رو رعایت کنه میتونه فیلمش رو به جشنواره کن بفرسته و توی اون هیئت انتخاب فیلمش انتخاب بشه و بره برای اجرا و اکران حالا چی هم اون دلایل یکی اینکه همون چیزی که اول ویدیو هم گفتیم فیلمتون رو در هیچ پلتفرم دیگه‌ای نباید اکران کرده باشین از همه مهمتر یعنی نه در استریم ها نه در اغلب شبکه های ویدیویی نه در سینما های خصوصی نه در اکران های خصوصی دوم اینکه فیلمتون هم فارسی عضو میخوام فارسی که نه فرانسوی زبان یا انگلیسی زبان باشه نبود چیکار کنیم زیر نویسش اگر هم نبود زیر نویس انگلیسی آیا فرانسوی به فیلم بدین و فیلمتون رو بفرستین حتی اگر نیمه کاره باشه حتی اگر نیمه کاره باشه در طول تاریخ فستیوال کن فیلم هایی هم بودن که نیمه کاره بودن رو اکران و اجرا شدن صرفا یک همون مسائل و موارد رو رعایت کردن فیلم ناتمام مونده نتونسته برسه در اون بازه زمانی بازه زمانیه چیه شما باید توی طول دوازده ماه گذشته حتما فیلم ساخته شده باشه یعنی نمیتونی فیلم تو امسال بسازی سال بعد بس بفرستی کن باید حتما زمان ساختش توی همون دوازده ماه گذشته باشه خیلی فیلم هم بودن که نصف کار رفتن اصلا کلا یک تفاوتی هم که هیئت داوران فستیوال کن با بقیه هیئت داوران داره اینی که آزادی عمل بیشتری داره مثلا فیلم پال فیکشن جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد و بر آقای ساموئل ال جکسون میگیره در کن این جش... این جایزه اصلا در جشنواره کن وجود نداره اون موقع فستیوال هیئت داوران تصمیم گرفت که این کار رو انجام بده یا مثلا در بعضی از سالها نخل سگ داده میشه این هم وجود نداره در فستیوال کن متا این تفاوتی که هیئت داوران داره هیئت داوران رو کی انتخاب میکنه حالا نگفته نماند همون دوتا هیئتی که فیلم ها رو انتخاب میکنن یعنی همون دو هیئتی که فیلم های فرانسوی زبان و غیر فرانسوی زبان رو انتخاب میکنن همون دو تا هیئت هم حالا به ریاست فردی که در راس اونها قرار داره هیئت داوران هم انتخاب میکنه و اون هیئت داوران فیلم ها رو بردست. به خاطر همینه که مثلا ما گاه هم میبینیم که فیلم هایی که انتخاب میشن یک رویه مشخص دارن یک دیدگاه حالا نزدیک به هم دارن چرا چون اون هیئت داوران نزدیک به هم بوده تفکراتشون خواستشون بشکلشون. و شکلشون و یه تفاوت دیگه ای که هست در کن عموماً به معنای جشنواره بودنش بیشتر توجه میشه تا به اکران فیلم بودنش در جشنواره شما عموماً نوآوری ها خلاقیت ها و یا کارهای جدیدی که در سینما انجام میدی خیلی بررسی میشه به خاطر همینه که کن رو آینه سینمای هنری میدونن در اسکار اما خب ما گفتیم دیگه هیئت عظیمتری داره فیلم ها رو انتخاب میکنه بیشتر به اصل سینما پایبندن یعنی علاوه بر اینکه خب حالا فیلم باید یک سری استانداردهای خاص رو هم پاس کنه فیلمی که حالا در گیشه موفق تر بوده در بحث فنی سینما هم موفق تر بوده احتمالا اقبال بیشتری داره برای جایزه مثلا مثلا اوپن های که داشتیم که علاوه بر حالا فروش گیشی و پاس کردن استانداردهای لازم خب به لحاظ فنی سینما هم فیلم خیلی قابل قبول و درست و حسابیه و به خاطر همینی که اصلا تاثیر سینما فستیوال کن رو در سینما بیشتر به خاطر همون معنا کردن واژه جشنواری بودنشه خیلی از کارگردان ها خیلی از تهیه کنندگان واقعا با نگاهی به جایزه فیلمشون رو برای کن نمیفرستند بیشتر برای پیدا کردن توضیح کننده خارجی تهیه کننده خارجی و بیشتر برای کسی که بتونه ساپورت کنه فیلم ها رو در کشورهای دیگه فیلم رو برای اونجا میفرستن و یا حالا خودشون رو بتونن پرزنت کنن به لحاظ دیدگاه و توانایی سینمایی که دارن و این مهمترین تأثیریه که کن توی جشواره توی جشواره کن در سینما داره میذاره اینکه بیشتر به عنوان یک فرانچایز داره عمل میکنه بیشتر به عنوان اینکه تهیه کنندگان بیان استعدادهای نوظهور رو در فستیوال پیدا کنن سرمایه گذاری کنن حالا چه در بحث فیلم نامه چه در بحث کارگردانی خصوصا و اونها رو با یک دقت نظر بیشتری از این بعد دنبال کنن همین دیگه چیز اضافی نمونده که بخوایم جوش با هم دیگه صحبت کنیم اگر نظر و انتقادی دارین نگین چون شر میشه اگر هم تعریفی دارین که خوشحال میشم این پایین کامنت کنین موضوع خودتون باشین خدا نگهدار Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo.